موسوی به صحنه آمدم چون روندهای سیاسی، اقتصادی و فرهنگی موجود را نگران کننده یافتم. آمدم تا کرامت انسانها را پاس بدارم. آمدم تا از آزادی اندیشه و بیان پاسداری کنم. آمدم تا از حق ملت برای اطلاع از امور کشور دفاع کنم. آمدم تا وسیله‌ای باشم برای بازگرداندن اقتدار، عزت و هویت ایرانی. آمدم تا با تنش زدائی روابط بهتری میان کشورمان ایران و جهان برقرار کنم. آمدم تا همراهی باشم برای رفتن به سوی ایرانی مستقل، آزاد، آباد، پیشرفته و سربلند. آمدم تا به صورت صریح و روشن از تولید ملی پشتیبانی کنم. آمدم تا اشتغال را دغدغه هر روزه دولت قرار دهم. آمدم تا حامی مستضعفان باشم، آنانی که فشار تورم قامتشان را خم کرده و سیاست‌های نادرست اقتصادی عزتشان را نشانده رفته است. آمدم تا با تشکیل دولتی فرهنگی مدافع فرهنگی غیر دولتی و غیر دستوری باشم. امیدوارم نتیجه فعالیت‌های آتی که به مدد همه شایستگان کشور از زنان و مردان و از تمامی گرایش‌ها، اقشار، اقوام و مذاهب و ادیان حاصل خواهد شد، پاسخی مناسب به اعتماد کسانی باشد که این جانب را در خور حمایت یافتند. اطمینان دارم که ملت شریف ایران هوشمندانه تحولات کشور را دنبال می‌کند و با شرکت مسئولانه در انتخاباتی که آینده این سرزمین را رقم خواهد زد به وظیفه انسانی، ملی و دینی خود عمل خواهند کرد. والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا و ان الله لمع المحسنین. جوانان عزیز، زنان و مردان، ملت شریف، و اینک فرزند دیگر آرمان و ایمان شما، آن که به عظمت ایران می اندیشد، با عزم خدمت استوار به صحنه آمده است. سرنوشت ایران فقر نیست. کشور و فرمانهای یک شبه و دو شبه نمی سازه. شما اقتدار ملت ما رو تحت شعاع بعضی از سیاستهای ناسنجیده خودتون قرار دادید. ما را به جایی رساندید که پاسپورتهای ما در تراز کشوری مثل سومالی در اومدید. ضعف در اقتصاد ملی،
یعنی سرفکندگی در جهان. با سرمون رو مشغول کردیم به یک هیاهوهای در خارج، بیشتر برای مصرف داخل و منافع حیاتی رو در منطقه از یاد بردیم. با سوال میکنیم شما در عرض این چند سال با صرف 300 میلیارد دلار چه کار بزرگی در این کشور انجام دادید؟ 5% تورم یعنی کم شدن امنیت اجتماعی، 25% تورم یعنی اعتیاد بداخلاقی، 25% تورم یعنی مالیات یه اغنیا از دعفا میگیرن. این همون چیزیست که اقتصاد صدقهی سر ما آورده. انتخابات آزاد منصفانه حق مردم هست. اگر درست است که حقوق بازنشستگان باید زیاد بشود، چرا شب انتخابات؟ اگر قرار حقوق معلمان داده بشود، چرا شب انتخابات؟ دولت بعدی دولت استفاده از نهادهایی خواهد بود که این ملت با پای مردی خودشون اونها رو پایگذاری کردن، نه اینکه یه دولت رمالی و کف بینی باشه. بر مسئله که دیستا حقوق کردن بنده حقوق نکردن، بنده اون موقعی که مجلس تصویه می شد قطعی تری و قوی تری موضع رو بر علیه این تصویه مجلس داشتم. من موقعی که مطبوعات قصده می شد اشاره به توقیف فله مطبوعات کردم، محکوم کردم. چرا بچه های ما هنوز اینجا درشون تمام نشده چشمشون مخارج؟ ما جوانان خودمون رو متهم نکنیم، خودمون رو متهم بکنیم. 3 میلیون دانشجو چه دورنمایی برای کار آینده و بازار کار داره؟ کلنگ زدن ها خیلی آسونه، کلنگ زدن ها خیلی آسونه، به انجام رساندن مشکله. بنده هیچ نابغه ای را نمیشناسم که خودش را جای 10 نفر 20 نفر و همه ملت بگذارد و تسلیم بگذارد. هر سیاستی که باعث توهین به کیان ملی ما و این ایرانیت ما و عظمت ایرانی ما باشد محکوم است. ما دستگاه کارشناسیمون توصیه میکنه آقا رفتم این سوئیس مهم نیست، مطرح نیست، کسی از سران در اونجا حضور نداره و ممکنه حیثیت ما در معرض خطر باشه. مسئولان ما به این مسافرت ها میرن و حیثیت نظام جمهوری اسلامی را دچار خطر می‌کنه. مردم این شهدا را دادن به دلیل اینکه به آینده خودشون اطمینان داشتن، به جهت‌گیری درست نظام اطمینان داشتن. من میتونم راجع به پرونده یک خانومی با شما صحبت کنم؟ پرونده آموزشی یک خانوم بگم. مردم رو خار کردن، با یه نامه دنبال ماشین رو خواهی کشیدن، به عنوانی که ما داریم سیاست رو در رو به مردم داریم، این روش کار نیست. برای مردم باید تولید ایجاد بکنیم، کار ایجاد کنیم. شما از اول کار خودتون شروع کردین، گفتن که هزاران مفسد در این کشور است، پرونده شما میخوام باز کنم، اسامی شما میخوام نام ببرم. رئیس بانک پارسیان رو بردشتون اونجوری لجنمالش کردین، بعد مشاور خودتون کردین و دیگران همینجور. خب اینا گناه داره، ما مسلمان هست. ببینین ما میخوایم اذا عادلانه عمل بکنیم. بنده اگر ببینیم، بنده صحبت نکردم در مورد شما 4 سال. وقتی کارت استخوان مثل از وظیفه، بنده اصلا هیچ انگیزه نداشتم، دیدم کشور رو شما به خطر میندازید. من میتونم راجع به پرونده یک خانومی با شما صحبت کنم؟ پرونده آموزشی یک خانوم بگم. من اینجا پرونده‌ای دارم مال یک خانوم، شما میشناسیدش، در تبلیغات انتخاباتی کنار شما میشینه. بنده اومدم که این روحیه رو عوض کنم، به مردم میگم بنده روحیه رو عوض میکنم. اون چیزی که در 8 ماده حضرت امام هست برخلاف این روحیه است و بنده این حالت پرونده سازی، سیاه کردن برنامه ها، سیاه کردن دانشجو ها. ایشون جلوی بنده عکس خانم بنده رو میگیرید. خانم بنده قرآن پژوهه، 10 سال برای دکترای علوم